اون تابلو هم که میگین همینجور که مشخصه سیاسفیدش، تا حالا نگفته بودی نامزد داری؟ خب شاید موقعیتش تا حالا پیش نیومده بود، یعنی شاید هم فکر میکردم برات اهمیت نداشته باشه. راستشو بخوای هیچ شباهتی بین تو ندیدم، نه ظاهری نه سنی و نه رفتاری. به نظر من باید اهداف شغلی تو از اهداف زندگی خصوصی جدا کنی، اینجوری آدم بزرگی نمیشی. داماد جماعت شانس نیوردم، اون از اون مرتیکهی بی غیرت، اینم از توی لجن. دور مبینا رو خط بکش، هرچند آبرون برام مهمه ولی سرنوشت دخترم برام مهمتره. الان احیای قلبیشو انجام دادیم، اما من پیشنهاد میکنم که بستریش کنی چون باید تحت نظر باشی. چرا بستری؟ خانم با این شرایطی که داره من قول نمیدم دوباره این اتفاق براش نیفته. سلام شهید خانم. سلام. خوبی؟ خیلی ممنون. شیرین چطوره؟ خدا رو شکر بدی نیستش. خودتون خوبی؟ خیلی ممنون. تو نیوردین شیرینو؟ بستریش کردن. تا کی؟ گفتن تا حالش بهتر بشه. کاری دستم برمیاد بگینا. من پامو از زندگی دخترتون بکشم بیرون؟ خیلی جالبه. انگار شما منو نمیشناسید. اصلا من نیازی به اینجور مسائل ندارم. خوب بود اول تحقیقاتتون رو میکردین بعد منو میکشوندین اینجا. چرا راجع به اینجور مسائل از فرهاد سوال نمیکنین؟ ببینید آقای محترم، آدمای اطرافتون همیشه اونجوری نیستن که شما بهشون اعتماد میکنید. شاید هم دخترتون یه جوری کم و کاستی داره که فرهاد تو رابطش انقدرم که باید جدی نیست. الان خدا رو شکر برگشت. فقط دیگه از این به بعد باید اینجا بستری بمونه تا موقع اهدا. ببخشید. این بچه رو چرا مرخصش کردین؟ این که حالش اصلا خوب نیست. چی بگم؟ از اینا این بیمارستان بر من خیلی زیاد. ما مگه سخت گیری میکنیم به خاطر خودشون و آسایش مردم. سلامت باشی. بیا تو. سلام. ببخشید من اومدم هزینه بستری خانم شیرین رحیمی رو پرداخت کنم. شماره پروندهتون 3282. یه مبلغی پرداخت شده. پرداخت شده. وضعیت مادر خوشبختانه پایداره، اما وضعیت کوچولوتون متاسفانه خیلی مناسب نیست. این یعنی چی آقای دکتر؟ یعنی که سطح هوشیاریش یه مقدار اومده پایین. هر دکتری، بیمارستانی، هر جای دنیا میشناسی که نوه و دخترمو بتونه برگردونه معرفی کن بفرستمشون. آقای صاحب من شما رو درک میکنم، ولی باید خدمتتون عرض بکنم که مشکل عزیزای شما با سفر خارج حل نمیشه. خدا بهتون رحم کنه اتفاقی براش نیفته، وگرنه ولتون نمیکنه. از فردا هم دیگه لازم نکرده بیاید، مدارکتون هم پیشم میمونه تا جواب امارای بیاد. آخه آقای کرامتی، اصلا میدونی چیه؟ تو لیاقت منو نداری. من از سرتم زیادم. سلام. خیلی پستی. مابینا. سویچ لطفا. آقای بشارت. لطفا. واقعیتش وضعیتش اصلا خوب نیست. امیدوارم زودتری اهدا کننده پیدا کنید. اتاقش هم میسپارم عوض کنند، یه اتاق با پنجره بزرگتر بدن هوا بهتر بشه. اجازتون. خیلی ممنون.
توهم زدی. ما هیچ نسبتی با هم دیگه نداریم، هیچ رابطه‌ای با هم نداریم. من شده برای رضای خدا گهگاه دست این بنده خدا رو هم گرفتم. تو غلط کردی، دستشو گرفتی. هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمیگیره. آقا جان تا من ندونم شما کی هستی جواب تو نمیدم. میگم میدون شو چه غلطی میکردی. گفتم چه غلطی میکردی. حالا که دلم بیقرار توه، حالا که نشستم کنارت نرو، میدونم صدای منو میشنوی، نگیر از من این فرصت آخرو، دوباره نگام کن بدون نگات، تو دنیای تاریک من نور نیست، دلم تنگ میشه منو درک کن، کسی جز تو با قلب من جور نیست، تو برام آرامشی حتی اگه دوری ازم، حرفام تکرانیه اما میخوام بازم بگم، اگه سرد و ساکتی اما هنوز عشق منی، با تو حرف میزنم شاید سکوتو بشکنی، که دل تو شکستم ولی محاله بخوام از تو دوری کنم، خودم دوست دارم بمونم به پا، خودم دوست دارم صبوری کنم، بمون و به حال منم فکر کن، منی که همیشه به فکر تو هم، تو رو دوست دارم به جای همه، تو رو دوست دارم به جای خودم، تو برام آرامشی حتی اگه دوری ازم، حرفام تکرانیه اما میخوام بازم بگم، اگه سرد و ساکتی اما هنوز عشق منی، با تو حرف میزنم شاید سکوتو بشکنی. خواهش میکنم خانم، نفرم اینطور خدا، ناراحت میشم، فقط موندم این مدت با یه همچین آدمی شما چجوری اونجا دوام آوردید؟ حقیقتش خودم خیلی دوست دارم از اونجا جا به جا بشم، ولی شرایطشو نداشتم. نگاه سنگین همسایه ها، رفتارهای زشت خودش خیلی آزارم میده. اگه تا حالا موندم فقط به خاطر شیرین بوده. یعنی الان جای دیگه ای رو پیدا کردین؟ به سلامتی میخواین اسباب کشی بکنین؟ نه، وای دنبالشه. خیلی شد.
سعید یا عمل فرض. آقای دکتر وضعیتش چطوریه؟ خانم پسرتون اصلا وضعیتش مناسب نیست، اینقدر الکل و مواد مخدر مصرف کرده که به نظر میرسه قصد خودکشی داشته. من فکر میکنم هرچه سریعتر باید در یکی از مراکز ترک اعتیاد بستری بشه. البته بعد از بستری شدن هم باید وارد گروه های خودیاری بشه که بتونه پاک بمونه. من آدرس و مشخصات جلساتشون رو براتون نوشتم توی دفترچش. خدمتشون. خیلی ممنون. خواهش میکنم. نگفتی دماغت چی شده؟ هیچی، دیشب خوردم زمین خود قرمز شده. مهم نیست این چه شده؟ هیچ، ساعت 2 اومد با حال بد، با همون لباساش رفت زیر دوش، بعدش هم بیهوش شد و افتاد. این در مغازم هوش و حواس درستی نداره، دوباره داره زیر زیرکی کارایی میکنه، حساب کتابا رو غلط خلوت مینویسه، چک مورد دار میگیره. چند وقت پیش از کلانتری زنگ زدم، رفتم سند گذاشتم و بردمش بیرون. برای چی؟ هیچ، تو حال خودش نبوده، مامورا دنبالش میکنن، وای نمیسه، میگیرم میبرنش کلانتری. تازه اونجا فهمیدم باز یه چیزی داره مصرف میکنه. برای چی به من نگفتی؟ آخه توی شرایط چی به تو بگم؟ دوباره رفته تو فکر این دختره مبینا، افتاده دنبال نامزدش، ازش عکس گرفته برده بده به حاجلی، عروسیشون رو هم زد. بعدم رفته سر راه دختره، دوباره همون حرفای هم میشه. از فکر این دختره بیرون نمیاد. از موقعی که وصلتشون نشد، باز رفته دوباره این سراغ این زهر ماریا. مادر من اگه مشکلش این چیزا بود، من به هر ضرب و زوری شده این دوتا رو وصلتشون رو جور میکردم. همش میخواد پشت یکی پنهان بشه. خود من چند دفعه بهش گفتم. گفتم بیا برو یه مغازه بگیر، زیر پروبالتو میگیرم، واسه خودت مستقل شو، رو پای خودت واسه. میگه میترسم. هی میخواد به یکی متکی باشه. آره مادر، این وابسته است. پدرش که مرد یه ضربه بهش خورد، تو هم که ازدواج کردی رفتی سر کار زندگی خودت، تنهاست. منم که نمیتونم از پسش بر بیام. منم تنهایی کشیدم، مگه من بی پدری نکشیدم؟ 5 تا انگوش یکی میشه؟ نمیشه. اون میخواد یکی مواظبش باشه، یکی مراقبش باشه، یکی حلش بده. چند روز پیش پسر عصمت خانم رو دیدم، بعد 7-8 سال. یادت که چه جوری شده بود؟ در به داغون شده بود. سینی رفته تو این گروه های خودیاری، یه 4 تا دوست و رفیق آدم حسابی پیدا کرده، هولش دادن، دست هم دیگر رو گرفتن. نمیدونم، به هر حال خدا رو شکر میگفت یه 7-8 سال پاک پاکم. چارش اینه، باید بفرستیمش بری همچین جایی. دکترم به من همینو گفت، گفت از اینجا مرخص شد، باید ببرینش همین جلسات، همین جلسات. آره. پیشه نفس رسیده به 3، حجم ادرارش خیلی زیاد شده، مردمکش هم فیکسه و تنفس نداره. خانم سریع ازش نوار مغز بگیرید برام بیاید. آقا یه صندوق چه کالباس دفتی؟ بفرد. قابل نداره. بفرد.
آی دکتر، نوار مغزش آماده است. خانم سریع با واحد فراوری تماس بگیرید. بگید یک کوردیناتور اعزام کنه. چشم. سلام، خسته نباشید. از بیمارستان قلب تماس میگیرم. یه مورد مشکوک به مرگ مغزی داریم. تنفسشون متاسفانه خوب نیست. به نورم هیچ واکنشی نشون نمیدن. جی سی اس روی 3 هستش و حجم ادرارشون هم 5 لیتر. با خانواده‌اش تماس بگیریم. بگی حال بیمارشون خوب نیست. سریع هم بیان اینجا. چشم. آی دکتر محبی، یه لحظه. خانم صاحب، لطفاً با خانواده‌تون تماس بگیریم. بگین هرچه سریع‌تر بیان بیمارستان. چیزی شده؟ متاسفانه حال نفس چندان خوب نیست. لازم است منم بیام؟ نه آقای بشرف. دکتر میخواد با هم صحبت کنه. شبتون بخیر. دکتر محبی هستم از معاونت درمان وزارت بهداشت. قراری که روی بیمار شما معاینات دقیقی انجام بدم. امیدوارم که خبرهای خوبی براتون داشته باشم. شما هم دعا کنید. کاری که ما انجام میدیم بخشی از ماجراست. بخش دیگرش دعای خیر شماست که امیدوارم نتیجه بده. قربونش بره بابا، یک فسق لبابت و ماچه شده. من از صورتشو، بذار دستشو ماچ کنم. جانو، ای جانو، فسقلی فندقی. سلام عزیزم، خوش اومدی. براش یه دونه عروسک آوردم که از فردا بشینه باهاش بازی کنه. خب الان صبر کنین، بیدار چه بعد بهش بدین. آره قربونه. چشاشو باز کنه. بعد چشاش خوشگل مثل تیله است. دستشو بده. قربونش برم.
چی شد آقای دکتر؟ چند لحظه تشریف داشته باشه میام خدمت. بله. چی شد دکتر؟ بفرمایید. متاسفانه خبر خوبی برای تو ندارم. همونطور که میدونین نفس عزیز زمانی که به این بیمارستان منتقل شد بر اثر تصادف خونریزی شدید درون مغزش ایجاد شده. حالا رغم تمام تلاشایی که پزشکان کردن نتونستن این خونریزی رو کنترل کنن. این خونریزی باعث شد که بافت مغز تخریب بشه و همونطور که میدونین سلول‌های مغزی تنها سلولایی هستن که هیچ وقت ترمیم نمیشن و این معنیش اینه که نفس عزیز دچار مرگ مغزی شده. و برای من خیلی سخته که بهتون بگم اون دیگه بین ما نیست. بچه من قلبش داره میزنه، نفس داره میکشه، یعنی چی دیگه بین ما نیست؟ متاسفم پدر جان، برای منم دادن این خبر خیلی سخته. تو معایناتم تمام تلاشم رو کردم که کوچکترین علائم حیاتی تو نفس پیدا کنم و با یه خبر خوب پیش اومد. ولی متاسفانه چه امیدی نیست. پس چرا هنوز قلبش میزنه؟ اون حرکاتی که میبینی مصنوعیه، به واسطه اون دستگاه و اون لوله که کنارشه. اگه اون لوله رو از بدنش جدا کنی نه نفس داره نه ضربان. مرگ مغزی با مرگ قلبی که همون اصطلاحاً مرگ معمولی شما میشناسین تفاوتش تو همینه. مداره که بچه بره بدی میخوام اینجا ببرمش. باشه باشه، این حق شماست، هر مداره که بخواییم به شما تقدیم میشه. چرا فقط یه پزشک؟ تا یکی دو ساعت آینده 4 پزشک معتمد از وزارت بهداشت به اینجا میان با 4 تخصص جداگونه. هر کدوم جداگونه نفس مورد معاینه قرار میدن. این تیم 4 نفره تخصصشون تایید یا رد مرگ مغزه. هر کدومشون به صورت جداگونه نفس مورد معاینه قرار میدن و اگر نظرشون بر مرگ مغزی باشه این تشخیص تایید میشه. در ضمن تایید مرگ مغزی فقط از طریق معاینه بالینی صورت میگیره، نه با دیدن عکس، مدارک و اسناد. اگر میخوایم پزشک دیگه مداخله بکنه حتما باید بیاد اینجا، چون هیچ پزشکی نمیتونه فقط با دیدن عکس و مدارک تایید مرگ مغزی رو مسجل کنه. مدارک دخترمو بدید میبرمش. سلام خانم. سلام. من بخشایش هستم، هماهنگ کرده بودم میخواستم دکتر شهریاری ببینم. حقیقتش اینه که از طریق مدارک نمیشه مرگ مغزی رو تشخیص داد. گرچه مرگ مغزی ایشون توسط کوردیناتور کاملا تایید شده، ولی ما هم باید معاینات بالینی خودمون رو روشون انجام بدیم. ولی آقای دکتر من میخوام دخترم رو حتما معاینه کنید. مشکلی نداره، اگه صلاح میدونید بیارینش. آره سلام دکتر، من صاحب هستم. ببخشید بی موقع مزاحم شدم. یه موردی بود که حتما باید ببینم اتون. در مورد نوامه. حضورم باید بگم دکتر.
نه 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 شیش خیلی دیره دکتر، من همین الان باید ببینم شما رو. شما آدرس بدین من سریع خدمت میرسم. سلام آقای بخشایش. سلام. خوبی؟ چیزی شده؟ میگن دخترم مرگ مغزی شده. متاسف. ببخشید من باید برم. عذر میخوام، عرض میکردم. به هر حال شما هر تصمیمی که بخواید میتونید بگیرید، فقط بدونید من توصیه نمیکنم. میخوام دخترمو یه دکتر دیگه هم معاینه کنه. بسیار خوب، پس من برگه ترخیصش رو امضا میکنم میدم خدمتتون. شد آقای دکتر؟ تشخیص درست بوده، متاسفم. با اجازت. بابا جان نفسم، که قلبت داره میزنه. چشاتو وا کن، حرف بزن، حرف بزن که برای بدونم تو همی زنده. رنگون رزوانت ببینید هر وقت نفسنی تو نبود قربون و قدم بابا الو. سلام مادر، خوبی؟ مادر حاضرشین بیاین بیمارستان. بیمارستان؟ مگه چیزی شده؟ نفس حالش خوب نیست. یعنی چه حالش خوب نیست؟ نفس مرگ مغزی شده. مرگ مغزی شده؟ باشه بفهمی. سلام دکتر. سلام علیکم. من بخشایش هستم. خواستم بگم تشخیصتون درست بوده. حالا چیکار باید بکنیم؟
شما همونجا تشریف داشته باشید، من بگم کوردیناتور برسه خدمتتون. کوردیناتور دیگه برای چی؟ شما تشریف داشته باشین، خودشون میان براتون توضیح میده. خانم بی زحمت شماره دکتر محبی رو برام بگیر. بله چشم. خسته نباشید. سلام. محبی هست از معاونت درمان اومدم. در مورد صحبت با خانواده که فرزندش رو مرگ مغزی شده به نام نفس بخشش. بفرمایید. باید تو من اجازه میدی مرخص میشه. خواهش میکنم. ممنونم. زنده باشید. تسلیه دست میکنم خدمتتون. برای عزیز از دست رفتتون آرزوی آرامش دارم و امیدوارم که خدا بهتون صبر بده. اینو میدونم که الان شرایط مناسبی نیست که بخوایم به صحبتهای من گوش بدین، ولی ما مجبوریم که در این شرایط با شما صحبت کنیم. من اینجا هستم برای وساطت یک عمل خیر، برای نجات جون یک سری انسان و بازگشت زندگی به ده ها معلول و سلامت اونها و در نهایت آرامش روح عزیزتون. همونطور که میدونین در ایران به دلیل شریعت و عرف نمیتونیم دستگاه رو قطع کنیم. یه راه اینه که باتری خودکار قلب نسبت به دستگاه و داروها مقاوم بشه و از کار بیفته، که این کار حدوداً 1 تا 14 روز زمان میبره. راه دوم در واقع یه فرصت از جانب پروردگاری که به آدم ها هدیه داده میشه. معمولا راه دوم انتخاب میکنن و اون اینی که به جای خاکسپاری ارگانهاش و اعضای بدنش اونا رو هدیه بدین تا جون 1 تا 8 انسان حداقل نجات پیدا کنه. چی داری میگی آقای دکتر؟ نفس نازنینم که هنوز داره نفس میکشه گفتین مرده، حالا میخواین تیکه تیکش کنین؟ به خداوندی خدا اگه دست بهش بزنید بعد یک کنی نفس من زنده بمونه. یه همسایه داشتیم 3 سال بود بچهش تو کما بود، بعدا خوب شد. آقای دکتر تلاش کنین. اون موری که شما میفرمین کماست، درسته؟ کما یا زندگی نباتی. تو کما مغز سالمه، فقط اختلال عمل کرد داره. امکان داره اون شخص مدت‌ها در اون وضعیت بمونه، حتی میتونه برگرده، ولی مرگ مغزی یعنی مغز کلن از بین میره و دیگه برگشتی نداره. آقای دکتر شاید یه معجزه ای بشه، شاید خدا معجزه کرد. شما تا حالا کسی رو دیدین که بالا سر عزیز تازه دست رفته شون بیسه به امید این که شاید اون برگرده؟ همچیزی امکان پذیره؟ مرگ مغزی یعنی مرگ، یعنی مرگ واقعی. ببینید مرگ مغزی خودش یه معجزه است، مرگی که از توش 8 زندگی دیگه متولد میشه، اسمش معجزه نیست؟ البته این یک فرصتیه که از طرف پروردگار به انسان هدیه داده میشه. شما میتونین انتخاب نکنین، اختیاریه، اجباری نیست، ولی اینم بدونین تا اجازه کتبی و قلبی شما نباشه هیچ کسی نمیتونه این کار انجام بده و کسی نمیتونه دست بهشون بزنه. بچم به اندازه کافی این چند روزه سرچ کشیده، دیگه نمیخوام درد بکشه، نمیخوام. عزیز شما الان هیچ دردی رو احساس نمیکنه. اتفاقا شما با این کار باعث میشه جون چند نفر رو نجات بدی. با این کار میتونین یادگارهای نفس تو این دنیا داشته باشین. من میدونم که نفس عزیز شماست و هر تصمیمی که شما صلاح بدونی همون کار انجام میشه، ولی یه چیز بدونی، اعضای بدن اون ساعت به ساعت داره از بین میره. الان شما با تصمیمتون میتونی جون چند تا انسان رو نجات بدین. به هر حال من اینجا هستم در خدمتون که اگر تصمیم به این عمل خیر داشتین من اینجا کمکتون کنم و مسیر رو بهتون بگم. تمومش کنین، من حاضر نیستم این کارو بکنم.
دیگم حاضر نیستم یک کلمه بشنوم. چشمای تو مثل آینه من بود، یه عمری قلب تو تو سینه من بود، تو آرزوها تو دادی به دست باد، بعد از تو این خونه لبخند تو میخواد، ما هم نفس بودیم این خواب شیرین رو از خنده پر کردیم روزای غمگین رو. میبینم ات بابوس از پشت این شیشه، از خودش با عشق اینجوری رد میشه، کی باورش میشه؟ شبا بیگریه بگذره تا خاطراتمون از یادمون نره، باید یه بار دیگه منو صدا کنی، مثل یه پنجره چشماتو وا کنی. میبینمت بابا از پشت این شیشه، کی از خودش با اینجوری رد میشه؟ میبینمت بابوس از پشت این شیشه، کی از خودش با عشق اینجوری رد میشه، کی باورش میشه؟